جناب یوسفی، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همچنین جناب آقای میثاقی عزیز و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم. آقای امامی، یه راست بریم سر اصل مطلب. به هر حال چیزی که معمولا ما به عنوان مخاطب عام یه مقدار با روح و روان آدم بازی میکنه، یه مقدار بعضی وقتا داوری ها مثل دیروز روزای قبل در حالت 50-50 60-40 دیگه، نه 70-30. دوست داشتیم از زبان شما بشنویم، شاید برای آرامش خودمون از یک دیدگاه فنی رو بشنویم راجع به بحث سعید عبدولی. جناب سفید، در ارتباط با کشتی آقای سعید عبدولی و حریف کره جنوبی باید عرض کنم که خب با توجه به اینکه فن فیتو یک فن شناخته شده و کاملا مشخص برای همه داوران و اهالی کشتی هست، کاملا مشهود هست که اگر فنی به صورت خطا انجام بشه، اولین شخصی که به کشتیگیران نزدیک هست داور وسط هست و داور وسط جلوگیری میکنه از اجرای این فن. به خصوص فنی که به یک باره گرفته میشه و بیش از 3-4-5 بار اجرا میشه، جای تعجب هستش که بعد از انجام پنجمین مرتبه اجرای فن فیتو دستور قطع کشتی رو هم نمیدن، ضربه فنی رو اعلام میکنن و بعد از اون با اعتراض مربی که بعد از اتمام کشتی انجام میشه و شما اگر در صحنه فیلم مشاهده میکردین، مربی ابتدا قصد اعتراض حتی نداشت، بعد از چند لحظه چلنج رو به وسط تشک پرتاب میکنه و درخواست بازبینی فیلم رو میکنه، که جالب اینجاست که حتی بازبینی فیلم هم انجام نشد که فن رو به صورت خطا تشخیص بدن. من عرضم اینجا هستش که داور وسط جناب آقای یوشیدا یکی از بهترین داوران دنیا، حال حاضر دنیا، که سوابق بسیار بسیار طولانی در امر قضاوت دارند، نزدیکترین شخص به صحنه مسابقات بود که ایشون خطا نگرفت. مرحله بعد در پایان مسابقه آخرین فنی که فن فیتو اجرا شد و ضربه فنی اعلام شد، خدمت شما و بینندگان عزیز بایستی عرض بکنم که برای گرفتن فن ضربه فنی علاوه بر داور وسط و یا بازی، حتما بایستی رئیس تشک ضربه فنی رو تایید کنه تا داور وسط بتونه که روی تشک بزنه به علامت ضربه فنی. ما که نگاه میکنیم توی صحنه فیلم تلویزیونی میبینیم که داور وسط دستش رو به علامت ضربه فنی روی تشک میزنه و ضربه فنی رو اعلام میکنه. این به این دلیل هستش که حتما رئیس تشک ضربه فنی رو تایید کرده. من برام خیلی جای تعجب بود بعد از اینکه مربی کره ای اعتراض کرد، رئیس تشک بدون بازبینی فیلم اعلام کرد که این فن خطا هست و من واقعا متاسفم که آقای امامی به این ابهامم پاسخ میدین. ظاهرا اون چیزی که دستاویزه اونا قرار گرفته برای باطل کردنش، میگن سرش بیرون نبوده یا دو دست رو نحوه گرفتن سر حریف درست بوده دیگه، مشکلی که نبوده. ببینید شما الان در میگن نخاش تحت فشار قرار میگیره، خطر آسیب هست در این شرایط به کشتیگیر حریف. دقیقا من خدمت شما توضیحاتی رو که میدم شما در بر روی فیلم میتونید مشاهده بکنید. کشتیگیری که فن فیتو رو انجام میده در چند حالت احتمال خطا وجود داره که فن اون رو مردود اعلام کنن، یا اینکه سر کشتیگیر مدافع کاملا در وسط روی شکم کشتیگیر قرار بگیره، کشتیگیر مجری، این به نخا فشار میاره. ما در این صحنه مشاهده میکنیم که سر کشتیگیر مدافع به سمت بغل هست، روی شکم کشتیگیر مجری قرار نداره و فن به صورت صحیح از بغل اجرا میشه، بنابراین از این زاویه نمیتونیم بگیم که این فن خطا بود. مرحله دوم در شرایطی هستش که کشتیگیر دست کشتیگیر مقابل رو نگیره و تنها از سر و گردن کشتیگیر مدافع استفاده بکنه. ما در فیلم میبینیم که این مورد هم منتفیه. برای اجرای فن دست کشتیگیر و سر و گردن کشتیگیر در اختیار جناب آقای عبدولی هست، بنابراین این فن کاملا صحیح اجرا شده. آیه امامی عزیز، پس اون بعد از ظهر هم دیدین سر مسابقه رده بندی، اونجا هم فیتوهاشو در واقع کامل، من فکر کنم برای سهه گذاشتن به کار صبحشون این کارو کردن، درسته؟ البته من کاملا نه دیدین بازی رده بندی کشتی عبدولی با حریف کره‌ای رو دیدم، متاسفانه در
کشتی سوم پنجمی صحنه کشتی رو ندیدم که نسبت به اون قضاوت بکنم. بسیار. ولی قاعده کار اینچه که شما فرمودید میتونست که به این شکل هم باشه، ولی بنده همین صحنه است، همین صحنه با کشتیگیر هندیه آقای امامی، اینجا که دوباره فیتوها رو زد، این فیتوها رو خطا گرفت. یه مقدار به هر حال باید داوری‌ها یا نحوه تاثیرگذاری رده‌های بالاتر از رئیس توشک روی امر قضاوت هیئت جوری اینا باید یه مقدار حالا تعدیل بشه، واقعا راه دیگه‌ای نداره، تا بوده همین بوده دیگه. ممنون آقای امامی عزیز، ممنون از توضیحاتتون. ممنونم و آرزوی موفقیت برای کلیه ورزشکارانمون در این مسابقات و تمام صحنه‌های بین‌المللی.